دوستای گلم، خیلی خوش اومدین به قسمت دوم از آموزش این مو. بریم که ادامه کار رو با هم دیگه دنبال کنیم. تو قسمت اول این آموزش با هم دیگه یاد گرفتیم که چطوری بافتمون رو در بیاریم و چه کار کنیم که طبیعی تر بشه، از رنگ ها چجوری استفاده کنیم، از رنگ های تیره استفاده کنیم اول یا روشن و یک سری جزئیات دیگه. خلاصه این که تا اینجای کار شما کامل یاد گرفتید که بافتمو چطوری ساخته میشه. از اینجا به بعد تکرار کارهایی که تا الان انجام دادیم، یعنی دقیقا همون کارهایی که توی ویدیو اول انجام دادیم، از اینجا به بعدم همون کارها تکرار میشه. به همون منوال اول از رنگای روشن استفاده میکنیم و زیرساز کار رو انجام میدیم، بعد در نهایت میریم سراغ رنگای تیره تر، قهوه‌ای تیره و مشکی. حالا برای قسمت هایی که یک مقدار روشنتره و نور افتاده روی اون قسمتی از مو و حالت براق گرفته، میتونیم از رنگ سفید استفاده کنیم یا با پاک‌کن اون قسمت ها رو روشنتر بکنیم، یا حتی میتونیم از کاتر استفاده بکنیم. بهتونم یاد دادم که باید چی کار کنیم، چطوری از کاتر استفاده کنیم توی ویدیو اول، بخش اول. خلاصه که طراحی و سپردازی مو اصلا به اون سختی هایی که فکر میکردید نیست. اینکه شما یاد بگیرید لایه به لایه کار کنید، اصولی کار کنید و یه سری نکات ریز رو حتما رعایت کنید، مثل اینکه نوک مدادتون همیشه تیز باشه و سعی کنید فشار دستتون رو کنترل کنید. اینا همه باعث میشه که کارتون تمیزتر و طبیعی تر در بیاد. پس کشیدن مو اصلا پیچیدگی خاصی نداره و با یکم تمرین میتونید به سطح خیلی حرفه‌ای برسید. حالا برای اینکه دستتون پرتر بشه بعد از اینکه این آموزش رو با من تموم کردید، میتونید چند تا مدل توی همین سبک پیدا کنید از پینترست یا حالا هر جایی، مدلی که خیلی سخت نباشه، خیلی هم آسون نباشه، در حد همین مدل موی بافته باشه و توی رنگ‌های مختلف، تونژهای رنگی مختلف بشینید تمرین کنید تا دستتون حسابی پر بشه. همونطور که میبینید من از قهوه‌ای روشن استفاده میکنم برای زیرساز کارم و دارم کلن از رنگ‌های روشن میرم به سمت رنگ‌های تیره تر. حالت سایه پردازی یه جوریه که وقتی دارم خط میکشم به حالت رفت و برگشتی، نمیام کل اون قسمت رو قهوه‌ای بزنم، یه بخشایی رو لابلای تارهای مو سفید باقی میذارم که طبیعی تر دیده بشه. بخشای میانی، بخشای وسط سعی میکنم که روشنتر باقی بمونن که اون حالت طبیعی بودن خودش رو حفظ کنه. از یه رنگی که تقریبا مایل به زرشکی استفاده میکنم و برای قسمت هایی که احساس میکنم توناژ قرمز رنگ به خودش گرفته، اون قسمت ها رو با این رنگ سایه میزنم. رنگی که استفاده میکنم توی پولیکرومه، یعنی از مداد رنگی های پولیکرومه و کدش رو نمیدونم، باید نگاه کنم. کدش 190 و اتفاقا خیلی هم رنگ پرکاربردیه. ببینید من هنوزم برمیگردم به قسمتایی که قبلا کار کردم و مدام چک میکنم میبینم که کجا کم کاری کردم، کجا لازمه که بیشتر روش کار کنم و دوباره رنگ هایی که فکر میکنم مثلا احتیاج تمدید بشن رو استفاده میکنم تا ظرافت کارم بیشتر بشه. الانم دارم با رنگ مشکی قسمت هایی که باید تیره تر بشن رو تیره تر میکنم و تارهای مو رو واضح تر نشون میدم تا کارم طبیعی تر بشه. اینو فکر کنم یه 500 باری گفتم کارم طبیعی تر بشه. رنگ بعدی که استفاده میکنم رنگ اوکره. اگر ندارید میتونید به جاش از رنگ زرد استفاده بکنید. و بعد رنگ بنفش برای قسمت هایی که یک مقدار سرخ به نظر میرسه. دوستان در نگاه اول شاید اصلا شما متوجه نشید که توی این مدل موی قهوه‌ای رنگ بنفش
وجود داشته باشه، یا مثلا رنگ قرمز وجود داشته باشه. خیلی باید دقت کنید و تشخیصتون توی رنگ ها باید خیلی بالا باشه که بتونید این رنگ های خاص رو تشخیص بدید توی اون مدل. بنابراین میگم توی نگاه اول شاید فقط مثلا دوتا قهوه‌ای با رنگ مشکی به نظر بیاد که تو کل این مدل باید به کار بره، ولی در واقع اینطور نیست و شما باید با چشم باز رنگ‌هایی که تک تک رنگ‌هایی که در واقع به کار رفته رو جدا کنید. از قهوه‌ای تیره استفاده می‌کنم ولی کل بافت مقوا رو پر نمی‌کنم و هنوز جای خالی باقی می‌ذارم واسه رنگ‌هایی که باید دوباره ما ازشون استفاده بکنیم. همچنان مرحله قبلی رو تکرار می‌کنم و با رنگ تیره شروع می‌کنم قسمت‌هایی که حالا پررنگ‌تره و تیره‌تر به نظر میرسه رو کار می‌کنم. بچه پاکن مدادی خیلی مهمه و خیلی پرکاربرده کلن در تکنیک مداد رنگی، کار با مداد رنگی. حتما سعی کنید که اینو تهیه کنید، چون توی خیلی از قسمت‌هایی که حالا ظریف کاری داره و شما باید به قولی تمیزتر کار بکنید، از این پاکن خیلی خوب میتونید استفاده بکنید. همونطور که میبینید لایه به لایه رنگ ها رو کار میکنم، سایه میزنم، از همون رنگایی که برای قسمت بالا استفاده کردم دوباره استفاده میکنم و در نهایت با رنگ مشکی و قهوه‌ای تیره لایه های آخر رو کار میکنم. حواستونم به این موضوع باشه که کدوم قسمت ها از مو تیره ترن و کدوم قسمت ها روشن ترن، که شما قسمت های روشن تر رو روشن باقی بذارید یا حالا با پاکون یا کاتر اون قسمت ها رو روشن‌تر کنید و قسمت هایی که تیره تر هستن رو از مداد مشکی استفاده کنید و با فشار دست بیشتر سعی کنید که اون قسمت ها تیره تر بشن. دوباره همون کارهای تکراری، زیرساز و ادامه کشیدن قسمت‌هایی که باید تکمیل بشن.
میبینید که هرچی بیشتر روی جزئیات وقت میذاریم و سعی میکنیم که تک تک اون نقاطی که باید رو شبیه به مدل کنیم، بیشتر کارمون طبیعی تر میشه و این نشون میده که شما هر چقدر با صبر و حوصله زیاد کارتون رو پیش ببرید و عجله نداشته باشید و با دقت سعی کنید که کاملا شبیه در بیارید، کارتون چقدر زنده تر میشه. در کل این مهمترین درس در تکنیک مداد رنگیه که ما باید یاد بگیریم که کارمون رو بدون عجله پیش ببریم و چون این تکنیک یه تکنیکیه که شما خیلی بیشتر خیلی حوصله زیادی میخواد، چون دارید با رنگ‌های خشک کار میکنید، رنگ‌های خشک رو سعی میکنید ترکیب کنید با هم دیگه، برابر این خیلی حوصله زیادی میطلبه. همونطور که میبینید من یه وقتایی برمیگردم به قسمت قبلتر و میبینم مثلا یه جایی اونقدری که باید مثلا تیره نشده یا یه چیزی رو جا انداختم یا باید روشن‌تر بشه. این کارا رو اعمال میکنم چون که برام مهمه که کارم زنده تر بشه. خب دوستان، این آموزشم به پایان رسید. مرسی که تا آخر با من همراه بودید. امیدوارم که به دردتون خورده باشه و تونسته باشم یه چیز بهتون یاد داده باشم. اگر اینطور بوده حتما ویدیو رو لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. خوشحال میشم نظراتتون رو توی قسمت کامنت ها واسم بنویسید و اینکه دوست دارید ویدیوهای بعدی در مورد چه موضوعی باشه.
و دوستتون دارم دیگه همین. مراقب خودتون باشید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.